حوالی ساعت 11 شب نخست حمله مطربم در همین جا از سوی حمله کنندگان انجام می شود. سپس سه مرد مسلح وارد این ساختمان می شوند و تا ساعتهای 10 پیش از چاشت امروز با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند. این ساختمان از مؤسسه کمک رسانی پاملرن است. نهادهای امنیتی افغانستان می گویند که در این حمله 6 غیر نظامی زخم برداشته، اما 4 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. بعد از اینکه عملیات پلیس آغاز شد و این صداهای انفجار یا فیرایی که در حوالی صبح امتانای ما شنیدن، این فقط نتیجه عملیات پلیس بوده که بالای مهاجمه سرد. کسی گروگار هم گرفته شده؟ نه خیر نه. این حمله مطربم به اندازه شدت داشت که بسیاری از بخشهای کابل را در نیمه های شب تکان داد و شیشه های ساختمان ها و فروشگاه ها را حتی در فاصله های دور شکستانده است. خانه هستیم، کاریگر هستیم. آمد سرما چیز که صدا داد، وقتی سرما آتش آمد ما دویدیم آمدیم پایین. کل مسافرات میمان خانه آمد بیرون دمی دالیزا دیگه یه سر صدا زیاد شد، بایم کل مردم همیش شد دیگه نفهمیدیم که چی شد. اما 7 ساعت پیش از این رویداد دو حمله پی در پی در برابر وزارت دفاع ملی جان 35 تن را گرفت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. جنرال زمان احمدزی معاون امنیت فیزیکی ریاست محافظت، مولانا صادق مدیر شهری ریاست امنیت کابل، جنرال رزاق پنچیری معاون لوای حمایی وزارت دفاع ملی و احمد سالنگی عامر حوزه دوم امنیتی کابل در میان کشته شدگان هستند. اما در میان این همه اینجا مراسم سوگواری افسر ترافیکی که در حمله انتحاری دیروز در برابر وزارت دفاع ملی کشته شده است. در حمله انتحاری نخست از سلامتی خود به خانواده اطمینان داده، اما در حمله انتحاری دوم جان باخته است. از طرف حکومت چی کمک میه؟ چی کمک کده میتونه؟ جان یک انسانه که بگیره دیگه چی کمک کنه؟ از او چی کمک کار داری تو؟ او یک پول ناچیز را که میته، او پول ارزش نداره. ارزش خون پدر مرا داره. اما امروز شهر کابل چیگونه چهره به خود گرفت؟ جاده ها همه بروی ترافیک بسته شدند و در هر گوشه و کنار نیروهای امنیتی افغانستان جابجا شده بودند. این وضعیت انتقاد باشندگان کابل را نیز برانگیخته است. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.